بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شاگردان عزیز، با امید اینکه سعادتمند و تندرست باشین بازم در خدمت شما قرار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های مکتب، مضمون بیولوژی صنف 12 و درس 15. چه خوب پیش از وارد شدن به بحث و برنامه امروزی مروری داشته باشین به درس‌های روز گذشته. کدام یک از شما میتونین هورمون رو به ما تعریف کنین؟ هورمون چی بود؟ هورمون افرازات یا مواد کیمیاوی بود که از غدوات مخصوص آزاد میشد و تمام فعالیت های سخت و ساز بدن رو چکار میکنه؟ به عهده داره. غدوات سیستم اندوکراین رو کی میتونه نام بگیره؟ بله، غده چی؟ تایراید، پاراتایراد، نخامیه، فوق‌الکلیه، پانقرانس، معده. آفرین. نام دیگر غده نخامیه چی بود؟ هیپوفیز. آفرین. کارفرمان برای میگن و مستر گلند. با کجا قرار داره غده؟ گفتین در قاعده دماغ اکبر. دارای چند قسمت بود؟ 3 قسمت. قسمت چی و چی؟ قدمی، وسطی و خلفی. کدام قسمت ازی از بین میره و موثریت ار نداشت؟ بله، نایه وسطی. و خب گفته این هورمون اکسیتوسین، درست؟ و انتی دیوروتیک به کدوم قسمت، از کدام قسمت نخامی آزاد میشه؟ قسمت خلفی. و هورمون روش نام دیگر چی بود؟ GH. از کجا آزاد می شد؟ از قسمت قدامی غده نخامیه. خیلی خوب گفتین فولیکل استروژن هورمون مخفف چی بود؟ FSH. وظیفه از این هورمون چی بود؟ انکشاف گناده های مذکر و مؤنث. حالا گناده های مذکر شامل چی بود؟ خصیه ها. و الائید چی بود؟ یا لیوتانیک هورمون؟ بله گفتین آزادسازی، بله چی؟ گمت های مذکر مؤنث، یعنی آزادسازی اسپرم و اوم در مرد و زن کنترل میکرد. و پرولکتین چی بود بچه ها؟ پرولکتین گفتین تولید یا انکشاف غدوات شیریر. ماشاءالله، بسیار خوب. گفتیم خود هایپوتالاموس چی بود؟ گفتیم یک ساحه‌ای از دماغ اکبر که بیشتر فعالیت‌های غیر ارادی بدن، ضربان قلب، تپش قلب، مسائل بحث سلوک و رفتار را کنترل می‌کرد و فعالیت‌های غیر ارادی. آفرین. اما امروز موضوعی که می‌خوایم با شما بخونیم یک مسئله مدافع بدن و همچنین سیستم تصفیه خونه. پس بس یا موضوعی که امروز میخواییم با شما داشته باشین یک مسئله تصفیه خون و دیگه چی؟ و مدافع بدن. خب وقتی صحبت از تصفیه خون میکنیم، اعضایی که متعلق به بحث تصفیه است تعلق میگیره به سیستم اطراحیه بدن. سیستم چی؟ اطراحیه. اعضایی که متعلق به سیستم هستن میگن اعضای سیستم اطراحیه. اعضای سیستم اطراحیه. چه خوب پیش از شناختن اعضا خود کلمه طرح رو بفهمیم یعنی چی. طرح یا اطراح، خارج کردن، بیرون انداختن. چه چیزی بیرون میندازیم؟ مواد بیکاره و اضافی. وقتی کار میکنین آب از طریق جلد یعنی به شکل عرق خارج میشه، یک طرح. روز تنفس میکنین کاربون دای اکساید خارج میشه، یک طرح.
بحث مسئله گفتین عرق کردن، تنفس کردن یا حتی بحث مسائل سیستم هاضمه مواد بیکار از طریق امعای بزرگ خارج میشه، طرح میشه. اما مسئله خود اطرا یا اعضای از او که آب اضافی به شکل ادرار از بدن خارج میشه، او تعلق میگیره به سیستم اطراحیه. اعضای سیستم چی هم بچه ها؟ گرده ها، حالبین، مثانه و مجرای ادرار. اینا به نام اعضای سیستم اطراحیه میشناسین بچه ها. به یک قسمت ما مدل داریم. ببینین وقتی صحبت از اعضای سیستم اطراحیه دارین، گرده هاین، حالبین و مثانه و مجرای ادرار. درست شد؟ نگین خود گرده ها یا کلیه ها، موقعیت از اینا به دو طرف ستون فقرا در حفره شکمی قرار داره به نایی کمر. از لحاظ ساختار اگر دقت کنیم اینا با هم دیگر مشابهن، ولی از لحاظ موقعیت یکی بالا و یکی پایینه. کار از اینا تصفیه کردن خونه. میگن خود گرده باز شامل دو قسمته. البته به صنف نو شما خواندین که سه ساحر میگفتین. یک قشر خارجی گرده که به نام کورتکس میگین، که تقریبا یک سوم قسمت گرده رو در بر گرفته از قسمت بیرونی تا این ساحات به نام کورتکس میگین. و دیگه دارین میدولا، قشر داخلی خود گرده. اما به صنف نهم به نام بحث لگنچار هم میگن که ساحه سومی خود گرده. ولی همین کورتکس و میدولایی که گفتین دو ساحه عمده در خود گرده. آب و مواد اضافی جمع میکنه، بعد وصل میکنه به حالبین. حالب نله، چون دو تا میگن حالبین، درست؟ و بعد از اون جمع میشه به مثانه. مثانه محل تجمع آب اضافیه. آب اضافی جمع میشه به اونجی و بعد از اون از طریق مجرای ادرار به دفعات مکرر، شاید در شبانه روز 3 تا 4 مرتبه رفع حاجت باشه برای طرح ادرار. میگیم بروی خود گرده اگر دقت کنین، ما ورید و شریان اردارین. شریان کلیوی شریانیه که خون ار میرسونه با گرده برای تصفیه کردن. چیر جدا میکنه از خون؟ مواد زهری، گاز ناتروژن، کاربون دای اکساید، بعض مسائل نمک ها، مواد بیکاره، امونیار. اینا رو به شکل ادرار جمع میکنه، جدا میکنه و بعد خارج میکنه. و دوباره باز ورید خون را انتقال میده برای مراحل بعدی یا همون برای مراحل به اصطلاح تصفیه بعدی که است. خیلی خوب، پس اعضای سیستم اطراحی را شناختین که شامل گرده ها، کل بحث مثانه، مجرای ادرار و یوریترا بود. گرده، حالبین، مثانه و مجرای ادرار. میم برو خصوصیات یا وایده های وظیفوی که در خود گرده های که شامل نفرونه. اعضای سیستم اطراحیه شد، واحد وظیفوی سیستم اطراحیه به نام چی میگیم؟ نفرون. در داخل هر گرده در حدود 1 تا 1.5 میلیون نفرون وجود داره. گرده ای که 100 تا 120 گرم وزنی و بیشتر نیه، 1 تا 1.5 میلیون واحده های ساختمانی داره به نام نفرون. به نام چی؟ نفرون. که اینها رو ما به چیشون دیده نمیتونیم. میکروسکوپی هن. عملی فلترات رو انجام میدن. ببینین؟ وقتی میگین واحدهای وظیفوی خود سیستم اطراحیه شامل نفرونها بود. نفرونها گفتین ما به چیشون دیده نمیتونیم. در هر گرده 1 تا 1.5 میلیون از او وجود داره.
که کار تصفیه کردن خونه خود این نفرون ها انجام میده. ساختمان خود نفرونه، اگر ما خواسته باشین از طریق سلایت ببینین، این خود ساختمان یک نفرونه بچه ها، که اینها باز شامل دو بخش میشن که در قسمت به اصطلاح میتونه میگیم رنال و قسمت گلومرول ها که هست. رنال این ساحه پایینیه و گلومرول ها قسمت بالایی خود نفرون های. که در این ساختمان ها ما به نام کپسول های بومنر داریم، گفتین خود بحث گلومرول ها بود، کپسول های بومن، که در داخل کپسول های بومن گفتین مسائل مویرگ هایی وجود داره که عملی فلترات را انجام میده، آب و مواد اضافی را از اونا جدا میکنه. و بعد خود رنال در ترکیب خود نفرون ها بچه سه قسم تیوب به کار رفته به نام دستر تیوب ها، صحیح شد، قوس هنله یا به حساب یومانند که هست، و تیوب های پریکسیمال. میگین دستر تیوب ها، تیوب های پریکسیمالی، یومانند یا قوس هنله که هست. در این قسمت اگر دقت کنین بس شریان خون میاره، آب و مواد اضافی از خون گرفته میشه و وریدیر پس جمع میکنه و دوباره انتقال میده به بس سیستم دوران خون. میگین خود نفرون ها وقتی گفتیم در ترکیب اینا سه قسم تیوب به کار رفته بود، اینا هر کدوم نظر به اون موقعیت و وظیفه که دارن عملی تصفیه را انجام میدن. صداها نفرون آب و مواد اضافی جمع میکنه میرزونه به خالیگاه های به نام پلویس، و با صداها پلویس آب و مواد اضافی جمع میکنه میرزونه به لگنچه ها یا خالیگاه های پلویسی، و لگنچه یا جوف پلویس وصل میشه به چی؟ به حالب. ببینید وقتی شما خود گرد در مد نظر میگیرین ساختمان ازیر، گفتین قشر داخلی ازیر کورتکس بود، میدولا بود، حالا صداها نفرون گفتین آب جمع میکنه به خالیگاه های پلویس، و صداها جوف پلویس میرزونه به لگنچه، از لگنچه وصل میشه به حالب. حالب گفتیم نلی بود، چون دو تا میگن حالبین، جمع میکنه میاره به کجا؟ به مثانه میاره. مثانه محل ذخیره یا نگهداری آب اضافیه، عامیانه به نام شاشدان میگیم، که نظر به خصوصیتی که خود مثانه داره میگن 300 سی سی مایات که به او جمع بشه به ما ارور میده، پیام میده که نیاز به تقلیر دارم. اما ظرفیت 600 تا 800 سی سی هم داره، ولی با چی؟ با درد بسیار شدید. هرقدر مواد ادراری گفتیم در خود مثانه میمونه، خاصیت زهری و بیشترتر میشه. خاصیت چی؟ زهری و بیشترتر. میگیم در شبانه روز خود گرده ها در طی 24 ساعت در حدود 180 لیتر مایعات فلتراتی تولید میکنه، یعنی گردش یا دوران خون داره، و از این 180 لیتر ساختار مایعات فلتراتی 1.5 تا 2 لیتر به شکل زایات جدا میکنه، و این زایات گفتیم در دفعات مکرر 2 دفعه، 3 دفعه، 4 دفعه در شبانه روز تخلیه میکنین. حالا خود ادرار متشکل از چی است؟ میگن ادرار متشکل از آب اضافی، نمک ها یا منرال ها همراه با امینو اسید هایی که نابکاره، همراه با گاز ناتریژن، اینا هم دست به دست هم میدن و خود ادرار رو میسازه. ادرار گفتیم بوی خاص داره در خود، موجودیت بوی خاص همون گاز ناتریژنه. هر قدر که گفتین میمانه خاصیت زهری و بیشترتر میشه، احساس نارومیر میکنین، احساس دردر میکنین، اما وقتی تخلیه میشه احساس سبوکیر میکنین، صحیح شد، احساس راحتی. حالا بعد از بحث یا موضوع خود
مسئله شناخت اعضای سیستم اتریه. خود گردا نفرون ها میگم دو تا وظیفه انجام میداد، یک تصفیه خون بود و یکم تنظیم سطح آب در بدنه. وقتی میگه نفرون واحد وظیفوی سیستم اتریه است، دو تا وظیفه رو انجام میدادی، یک سطح آب در بدن رو تنظیم میکنه توسط چی؟ توسط ADH، انتی دیوروتیک هورمون، هورمون ضد ادرار. اگر آب در بدن زیاد بود اجازه جذب چی نمیده، میگه بازا خارج شه. اما اگر سطح آب کمتر بود باز هورمون ایدش تحریک میکنه گرده که چی؟ به شکل بسیار دقیق آب تصفیه و دوباره خون وقتی آماد دور تصفیه میکنی آب دوباره نصب جریان خون کن. چرا ما آب رو به کار داریم؟ پس ضد ادرار که میگیم یا ADH، ای از جمله وظایفه که در خود نفرون ها تنظیم از این کار رو انجام میده و همچنین تصفیه خون. اما مین بی که به صورت کل خود به حساب گرده ها کدام فعالیت رو انجام میدن؟ ما شما در بحث تولید یوریا گفتیم مواد اضافی که از خون جدا میشد، آب، کاربون دای اکساید، گروپ امین یا یوریا، اینها با هم یک جا و بعد به شکل ادرار خارج میشد. خصوصیات و وظیفه عمده گرده ها پنج چیزه بچه ها. خود گرده ها به صورت کل، اولین وظیفه دور نمودن مواد زهری از بدن. میگم خود گرده مواد زهری از بدن دور میکنه. و دوم تنظیم نمودن سطح قند در خونه. میزان گلوکوز و میزان غلظت گلوکوز در خون رو تنظیم میکنه که نه بالا و نه هم کم بشه. اشخاصی که دیابت دارم دیده باشین ادرار اینا زیاده، همراه با ادرار مواد مفیده رو هم خارج میکنم، زود دنیا گرسنه نمیشن، احساس ضعف داره. و سومین وظیفه خود گرده گفتیم تنظیم نمودن فشار آسموتیکیه، یعنی تعیین میکنه آب خود بدنه. و همچنین بحث گفتیم اگر در آب فشار به حسابی آب در بدن زیاد شد، فشار آسموتیکی یا زیاد یا کم نمودن. و چهارمین وظیفه تنظیم پی اچ خونه که خون خاصیت تیزابی و قلوی از او تنظیم میکنه. 0 تا 7، البته از 1 تا 7 خاصیت تیزابی، از 7 تا 14 خاصیت قلوی و حالت 0 هم خونسا نمیگذاره از این حالت چکار بشه، زیاد یا کم بشه. و پنجمین وظیفه تنظیم نمودن نمک در خون، گلوکوز، نمک، فشار آزموتیکی، پی ایچ خون و دور کردن مواد زهری، اینا وظایف خود چی بود؟ گرده ها بود. اما میبینیم برو بحث مدافعه. مدافعه چی تعریف میکنین بچه ها؟ خود دفاع کردن یا دفاع نمودن. چی زمانی به میان میایه؟ وقتی که با احساس خطر بکنیم. در بازی های رزمی دیده باشیم، تکواندو، جودو و غیره، حتی بازی های فوتبال، والیبال، برنده کسیه که خط دفاع قوی داره، درست؟ دو تا تیم وقتی با هم دیگر روبرو میشن، تیم برنده که خط دفاع قویه ولو که بازی 0-0 هم تمام بشه گل نخورن، خط دفاع قوی بود، یک امتیاز میگیره. اما اگر خط حمله قوی بود و خط دفاع ضعیف، درست 5 تا گل میزینه اما 10 تا گل میخوری. در بازی های رزمی کسی که ضربه میزنه دفاع کننده با دفاع کردن امتیاز میگیره، نمیگذاره ضربه فنی یا ضربه به موقعیت اساس برخورد بکنه. خداوند بدن انسان را هم طوری آفریده شاگردای عزیز که سیستم مدافع داره. مدافع بدن به دو قسمه، یک مدافعه اختصاصی دارین و دیگر مدافع غیر اختصاصی. پس مدافع بدن به دو قسم شد، یک مدافع اختصاصی و غیر اختصاصی. میایم رو بحث مدافع غیر اختصاصی. چرا به نام غیر اختصاصی میگن؟
میگین عبارت از دفاعی که برای میکروب خاص ساخته نشده. هر میکروبی که با تماس زدی باشور از بین میبره. خود مدافع غیر اختصاصی بچه شامل دو خطه. خط اول داره، خط اول و خط دوم. خط اول مدافع غیر اختصاصی شامل چی میشه؟ جلد و قشاهای مخاطی. میگیم خط اول مدافع غیر اختصاصی شامل جلد و قشاهای مخاطی هست. جلد میگن انزایمی رو تولید میکنه به نام لیزوزیم که خاصیت باکتری کشر داره. به چه شکل خارج میشه؟ به شکل عرق. خود عرقی که ما میکنین ترکیب از او شامل چیه؟ آب اضافی همراه با نمک همراه با چربی. انزایم میسازه به نام لیزوزیم که خاصیت باکتری کشر داره. میکروب هرگاه در برو جلد بشینه لیزوزیم این از بین میبره. روز؟ اما غشای مخاطی چیه باز؟ غشای مخاطی کانالهای داخلی سیستم هاضمه، سیستم تنفسی، سیستم اطراحیه و غیره در بر میگیره. غذا میگذاریم و دهان. شاید وقتی ما غذا و دهان میگذاریم صدها باکتری همراه با قاشق یا همراه با مون نانی که مصرف میکنین وارد جوف دهان میشه. اما غشای مخاطی نمیگذاره چی؟ میکروب وارد بدن میشه. اینها باز افرازات دارن به نام میوکس یا خود مخاط که میکروب رو از بین میبره. میگن خود مخاط یا میوکس ساختارهایین که میکروب رو میگیره. مثلا از طریق سیستم تنفس ویروس وارد بدن شد، غشای مخاطی بینی یا بحث قسمت حنجره و غیره میکروب رو گرفت، او رو از بین میبره. با سرفه کردن به شکل ریم و چرب اخلاط کنده میشه از سینه. بقایای یا اجساد خودمون میکروبه که چی؟ غشای مخاطی اونا رو از بین میبره. پس خود مدافع غیر اختصاصی گفتیم شامل جلد و غشای مخاطی و شامل چند خط اول. اما اگر خط اول از بین رفت بعد خط دوم فعال میشه. خط دوم و مدافع غیر اختصاصی بودن شامل چهار قسم عکس العمله. جلد پاره شد، حالا دیگه جلد کاری رو انجام داده نمیتونه، میکروب وارد بدن میشه، خط دوم فعال میشه. خط دوم با چهار قسم عکس العمله که چهار قسم عکس العمل ازی شامل درجه حرارت، التهاب، تولید پروتئین و همچنین حجرات سفید خونه. سطح جلد ما گفتین وقتی زخمی شد همین که میکروب وارد بدن میشه حجرات سفید فعال میشن، باخبر میشن. از طریق کی؟ از طریق نوع پروتین ها. میکروب از بین میبره، اطراف میکروب رو محاصره میکنن. بعد از اون اجساد از او به شکل ریم و چرک خارج میکنه. ناحیه آسیب دیده اگر دقت کرده باشین بچه ها میبینین ورم میکنه، داغ میشه. داغ شدن یعنی درجه حرارت میره بالا، ناحیه آسیب دیده ما آتش میده، بیقراریم. چرا؟ زد و خورد صورت میگیره بین کی؟ بین نیروهای امنیتی و آنتیژن ها یا میکروب ها. در نهایت بدن غالب میشه. وقتی غالب شد به شکل ریم و چرک اینا را از سطح مو جلد یا مو قسمت زخمی خارج میکنه. کی کارر میکنه؟ حجرات سفید خون. حجرات سفید خون میگین خود اینا به سه قسمه: مکروفاژ ها، نوتروفیل ها، لمفوسیت ها. مکروفاژ ها اینا وظایف اینا پاککاری و تنظیفه. حجره را از اجساد مرده میکروبی پاک میکنه با بلعه کردن.
نوتروفیل ها باز کشت و کشتار آباده داره، میکروب رو به هر نایی که باشه اون مشخص میکنه و بعدن او را از بین میبره. ای عمل کرده مکروفاژ و نوتروفیل بود. وظیفه لنفوسیت ها و عقادات از اینا میگذاریم برای جلسه بعدی که ببینین اینها باز چگونه وارد عمل میشن. با امیدی که از مطالب و موضوعات امروزی که شامل بحث مدافع بدن بود و انواع مدافع بود و عملکرد از اینا بود آگاهی کامل رو برده باشین و مطالب مورد ذوق و سلیقه شما بوده باشه. تا دیدار بعد و برنامه بعد همه شما عزیزان به خداوند بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.